درود بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر جمعه 30 عقرب که برابر می شود با 20 نوامبر. سرخط خبرها. توافق هیئت‌های مذاکره کننده روی 4 مورد با عنوان بنیاد مذاکرات. ما می توانیم در پشت میز با یک دیگر بنشینیم، صحبت کنیم، موافق یا مخالف باشیم و اگر مخالف هم باشیم اشکال ندارد. تاکید بریتانیا بر کاهش نیروهایش در افغانستان. من انتظار دارم که اگر ایالات متحده آمریکا تا یک سطح نیروهای نظامیشان را در افغانستان کاهش می دهند، ما هم تعداد نیروهای خود را پایین آورد. توافق کابل اسلام آباد روی ایجاد طرز العمل دیدگاه مشترک برای صلح. ضرب الاجل 15 روزه فرانسه و مسلمانان در این کشور. و ایجاد 179 کارخانه پروسس کشمش در کابل. خوش آمدید. 4 مورد با عنوان بنیاد مذاکرات دوحه انتخاب شده، اما توافق نهایی هنوزم به دست نیامده. منابع در گروه مذاکراتی دوحه با آریانا نیوز تایید میکنند که گروه های تماس تقریبا روی توافق نامه آمریکا و طالبان مراجعه به مردم، گروه مذاکره کننده و در صورت نیاز مراجعه به سازمان ملل با عنوان بنیادهای مذاکرات به توافق نزدیک شدند، اما این موارد نهایی نیست. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هرچند درباره جزئیات پیشرفت‌ها چیزی نمیگه، اما تاکید می‌ورزد که گفتگوها به مرحله حساس رسیده و در هفته پیش رو نهایی خواهد شد. یخ بنبست مذاکرات دوحه رو به آب شدن است. منابع در گروه‌های مذاکره کننده دوحه با آریانا نیوز تایید می‌کنند که گروه‌های تماس تقریباً روی 4 مورد به عنوان بنیاد مذاکرات دوحه به توافق نزدیک شدند. توافق نامه آمریکا و طالبان، مراجعه به مردم، تصمیم گیری از سوی گروه مذاکراتی و در صورت نیاز مراجعه به سازمان ملل همچون مواردی گفته می شوند که در کارشیوه مذاکرات به عنوان اساس مذاکرات روی آنها توافق خواهد شد. اما منابع این موارد را هنوز هم نهایی نمی دانند. فیصله شده که اگر مسائلی که پیش روی می آید در معاهده امریکا و طالبان حل نشود، بعدا به هر دو تیم مذاکراتی صلاحیت دارد که او مسائل حل نماید و بعضم اگر مشکل به وجود بود برای ملل متحد مراجعه می شود. هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان درباره جزئیات پیشرفت ها در گفتگوهای دوحه به گونه رسمی حرف نمی زنند، اما هیئت جمهوری اسلامی می گوید گفتگوهای دوحه به مرحله حساس رسیده و احتمال می رود که در هفته پیش رو گفتگوها نهایی شود. ما می توانیم در پشت میز با یک دیگر بنشینیم، صحبت کنیم، موافق یا مخالف باشیم و اگر مخالف هم باشیم اشکال ندارد، اما بیایید موافقت کنیم که فضای وسیع تری برای یک دیگر داشته باشیم. با حل اختلاف ها و نهایی شدن کارشیوه، هیئت ها به گفتگو روی آجندای مذاکرات خواهند رفت، به ویژه بحث آتش بس. واقعی بنابندی طالبان دیتا حاضر سیسی وربندو که بیا پاقه صورت که دی بشری مرستو دی پارا دی تلپات سول دی پارا زمینه مسایده دلش. اینجا در کابل، جنبش آزادی از آنچه که ناکارایی و بد درازا کشیدن گفتگوهای دوحه و همزمان افزایش خشونت ها می خواند، به شدت انتقاد می کند. به حکومت و طالبان می گویم هر چی زودتر به جنگتان خاتمه دهید. ما چوب سوخت شما نیستیم، ما از سوختن خسته شده ایم. تا هنوز دو ماه بیشتر سپری می شود از گفتگوهای صلح، تا هنوز بیرون نشده یک مواردی که واقعا برای این جامعه باشد. منابع آگاه از گفتگوهای دوحه می گویند معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای رایزنی با مقام های دولت درباره پیشرفت ها روی بنیاد مذاکرات به کابل سفر کرده است، اما حکومت در این باره چیزی نمیگوید.
پس از ایالات متحده احتمالاً بریتانیا هم سربازانش را در افغانستان کاهش می‌دهد. وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید در صورت کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، کشورش نیز بخشی از سربازانش را از افغانستان کم می‌کند. بن والاس می‌افزاید بررسی‌های نظامی روی مستقل بودن کشورش در جنگ افغانستان جریان دارد که خروج نظامیان بریتانیایی از افغانستان وابسته به حضور و عدم حضور نیروهای آمریکایی نباشد. همزمان با این پنتاگون میگوید که واشنگتن آماده است تهدیدهایی را که پس از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق ایجاد شوند را خنثا کند. علی اصغری. به نظر میرسد که بریتانیا هم میخواهد نیروهایش را در افغانستان کاهش بدهد. با وجود این، وزارت دفاع این کشور گفته است که به ادامه همکاریهایش با حکومت افغانستان متحد میماند. ارتش بریتانیا اعلام کرد که در صورت کاهش نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان، این کشور هم بخش از سربازانش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. من انتظار دارم که اگر ایالات متحده آمریکا تا یک سطح نیروهای نظامیشان را در افغانستان کاهش می‌دهند، ما هم تعداد نیروهای خود را پایین خواهیم آورد. در این مرحله آمریکایی‌ها در حال خروج کامل نیستند و بریتانیا هم نیست. همزمان با این، سرپرست وزارت دفاع آمریکا می‌گوید شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان و عراق و 2500 نفر کاهش خواهد یافت. آقای میلر می‌گوید آمریکا پس از این کاهش هر نوع مزاحمت را خنثی می‌سازد. رئیس جمهور فرمان داد که تا تاریخ 15 جنوری سال 2021 شمار نظامیان ما در افغانستان و عراق الی 2500 نفر به تامین امنیت و حفظ دستاوردهایی که در نتیجه تلاش‌های زیاد محاصل شدند کاهش یابد. ممکن است دشمنان ایالات متحده آمریکا برای مزاحمت به این اقدامات تلاش کنند که جنای آمریکا بدون تردید هر نوع تهدید را خنثی خواهد کرد. سرپرست پنتاگون خاطر نشان ساخت که این تصمیم به معنی تغییر سیاست و اهداف آمریکا نیست و در کنار متحدانش تا دیر زمان باقی خواهد ماند. این تهدیداتی که در افغانستان باز به وجود میاد، این خوب بازیت نیست که تنها در چارچوب افغانستان باقی مانه. بازی منطقه را متاثر میسازه. وقتی که یک ریجن یا یک حوزه از سیستم بین المللی متاثر شد، خود به خود سرحدات جنوبی ناتو تا این میشه که بگویم که حالا خود تنها بس افغانستان در این حوزه ختم نمیشه. همچنان بر بنیاد آمار نشر شده در وبسایت وزارت دفاع بریتانیا هم اکنون حدود 1000 نظامی بریتانیایی در افغانستان مستقر است که روشن نیست این کشور چه تعداد از نظامیانش را کم می کند. کابل و اسلام آباد روی ایجاد طرز العمل دیدگاه مشترک بر حمایت از صلح و ثبات توافق کردند. ریاست جمهوری میگوید در این سند روی مواردی همچون امنیت و ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای و همچنان روابط میان افغانستان و پاکستان توافق شده است. در جزئیات این طرز العمل آمده که اسلام آباد افغانستان را در امر کاهش خشونت‌ها و همچنان در روند صلح حمایت می‌کند. اما منابع میگویند که رئیس جمهور غنی از نخست وزیر پاکستان به جای کاهش خشونت خواهان همکاری برای آتش‌بس دائمی شده. علی اصغری. با سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل، به نظر میرسد یک روابط دیرینه میان افغانستان و پاکستان در حال آب شدن است. در این سفر عمران خان به کابل، دو طرف بر ایجاد دیدگاه مشترک به پشتیبانی از صلح و ثبات دو کشور و منطقه توافق کرده و یک سند هم در این زمینه به امضا رسانیدند که همکاری دو کشور در مورد صلح، امنیت و توسعه اقتصادی و مردمی میان کابل و اسلام آباد را در بر می‌گیرد. در بخش نخست این سند بر روابط آینده دو کشور بر اساس اعتماد، همکاری دوامدار متقابل، استفاده نشدن از خاک دو کشور علیه یکدیگر، احترام به حاکمیت دو کشور و مبارزه مشترک با مخربان صلح در افغانستان تاکید شده است. در این سند آمده که صلح و ثبات در افغانستان بدون صلح و ثبات در پاکستان و برعکس آن امکان پذیر نمی باشد. در بخش دوم این سند هم بر عملی شدن موردهای توافق شده، ادامه همکاری ها و سفرهای ممتد رهبران دو کشور در مورد شریک کردن دیدگاهشان به یکدیگر تاکید شده است. موافقه کردند که روی مسائل مثل امنیت و ثبات منطقه، گسترش همکاری منطقه‌ای و روابط میان دو کشور در یک میکانیزم پذیرفته شده منظم با هم کار کنند. عمران خان در این طرز العمل روی کاهش خشونت‌ها در افغانستان نیز با رئیس جمهور توافق و وعده همکاری داده است. اما به قول منابع، حکومت افغانستان از نخست وزیر پاکستان خواسته است تا با استفاده از نفوذ و روابطی که با طالبان دارند
این گروه را با آتش بس دائمی مجبور سازند. سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان بی نتیجه نیست. اجالتا در بنبست در قطر در مذاکرات کاهش اندک به عمل خواهد آمد و در حملات تهاجمی طالبان تا اندازه کاهش به عمل خواهد آمد، ولی این زود گذر خواهد. عمران خان در کابل گفت میخواهم به مردم افغانستان اطمینان بدهم که پاکستان هر چی در توان دارد برای پایان خشونت ها در افغانستان انجام میدهد. واقعیت این مقام ارشد پاکستانی توان این کار را دارد. عمران خان شاید په طالبانو باندې نفوذ ولري، طالبان چې دی خپلواکي دي. خان در سفرش به کابل گفت کمیته های در این سفر ایجاد شد تا روابط بین نهادهای امنیتی افغانستان و پاکستان بیشتر شود که نزدیک برای کاهش خشونت در افغانستان همکاری کنند تا این دو کشور بتوانند تجارت و مشارکت متقابل اقتصادی را افزایش دهند. بیش از 1 میلیون کودک در کشور مشغول کارهای شاقند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید از میان 13 میلیون کودک در کشور 4 میلیون آن آسیب پذیر و 8 میلیون آن از آموزش و پرورش باز ماندند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی جنگ های پیهم و ناامنی و فقر را عامل مجبور شدن کودکان به کارهای شاقه عنوان می کند. از سوی هم رئیس عمومی پرورشگاه ها می گوید که در حال حاضر 10,000 کودک یتیم و بی‌بضاعت در 71 پرورشگاه نگهداری می شوند. سمیجهش. وزارت کار و امور اجتماعی برنامه را زیر نام لبخند بر لبان کودکان که در پرورشگاه های تای مسکن و علاودین کابل نگهداری می شوند راندازی کرده است. در این برنامه به کودکان بی‌بضاعت لباس‌های زمستانی نیز توزیع شد. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که از میان 13 میلیون کودک در کشور 8 میلیون از آموزش و پرورش باز ماندند، 4 میلیون آسیب پذیرند و بیش از 1 میلیون دیگر آن مشغول کارهای شاقه میباشند. ما متاسفانه همه روزه به گراف و تعداد اولاد شهدای سرزمین اضافه میشه. در چنین شرایطی ما میخواهیم که باید گستره عرضه خدمات ما در سایه پرورشگاه خیلی وسیع بوده باشه که ما بتانیم اطفال بیشتر را، اطفال نازنین و دختر پسر بیشتر را جذب پرورشگاه بکنیم. در همین حال رئیس عمومی پرورشگاه ها میگوید در حال حاضر 10,000 کودک بی سرپرست در 71 پرورشگاه در کشور نگهداری می شوند که به گفته وی این پرورشگاه ها ظرفیت نگهداری این تعداد کودکان را ندارد. 60% آنها اطفال یتیم هستند، 30% آنها اطفال بی بضاعت و متباقی 10% آنها را اطفال احتوا می نماید که والدینشان معتاد به مواد مخدر، معلول، سلب صلاحیت ولی توسط محکمه، محبوس بودن پدر یا مادر و اطفال بی سرپرست می باشند. از سوی هم کودکانی که در این پرورشگاه ها نگهداری می شوند در مورد سرنوشتشان پس از فراغت از این پرورشگاه ها نگرانند. دخترها که فارغ میشن اگر اینا حمایت نشن زیادترشان ازدواج اجباری صورت میگیره سرشان و ازاران ظلم و می بدبختی های دیگه و ما خواست ماییست که هم بچه را حمایت کنن و هم ما را حمایت کنن. وزارت کار و امور اجتماعی از بازرگانان و نهادهای خیریه میخواهد که برای کودکان بی‌بضاعت در پرورشگاه های کشور کمک کنند. در همین حال بنیاد خیریه بیاد در بخش کمک رسانی به کودکان بی‌بضاعت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت. ساخت و ساز بلند منزل های غیر قانونی در شهر کابل هنوز هم ادامه دارد. این خبر را در آریانا نیوز دنبال کنید. وقفه در آریانا. در حالی که معاونیت نخست ریاست جمهوری و شهرداری کابل از جلوگیری چنین بلند منزل ها خبر دادند، اما گزارش آریانا نیوز نشان می‌دهد که این روند تا کنون متوقف نشده. شهرداری کابل میگوید که به اساس هدایت معاونیت نخست ریاست جمهوری روند تخریب و توقف ساختمان های غیرقانونی و غیرمیاری در شهر کابل از تاریخ 16 میزان آغاز شده. بازم سمی جهش. نواحی 22 شهر کابل در 1.5 دهه پسین ساخت و ساز شهرک ها و بلند منزل های خودسر در شهر کابل نه تنها دشواری های زیاد را در ایجاد سیستم و منظم پلانی به همراه داشته، بلکه گسترش فرهنگ خودسری و قانون ستیزی در کشور روز به روز بیشتر شده است. معاونیت نخست ریاست جمهوری اعلام کرد که
کار و ساخت بلند منزل‌های غیر قانونی متوقف شود. اما ظاهراً کار و ساخت و ساز این بلند منزل‌ها هنوز هم پایان نیافته است. برای شما اوضاع آمد گفت که دیگه شما آباد نکنید؟ نه اوضاع آمده بود. چی گفت؟ آباد نکنید خب ما کار خود میکنیم پت میکنیم کار خود. برخی از این بلند منزل‌ها در نقاط مرکزی شهر کابل نزدیک به 30 طبقه ساخته شده و تعداد از آنها در حال ساخت هستند. اما بسیاری از آنها معیاری نیستند و راه خروج اضطراری نیز ندارند. اینجا قلعه موسی شهر کابل است که جاده قلعه فتلا را به جاده میدان هوایی وصل می‌سازد. در دو طرف این جاده بسیاری بلند منزل‌ها غیر قانونی ساخته شده است، چنان که مالک یکی از این بلند منزل‌ها در نظر دارد تا در مساحت یک متر مربع چند منزل اعمار کند. ما خود می‌بینیم که نیمه شهری کابل که است، زیادترش خانه بلند منزل که است از زورواکا هستند که غیر قانونی است. شهرداری کابل می‌گوید تمامی ساختمان‌هایی که به گونه غیر قانونی ساخته شده است تخریب می‌شود. تخلف های شهری متفاوت است. تعدادی از این ساختمان های که ساختشان صورت میگیره اینا مجوز دارن از داخل شهرواری کابل. البته مجوز از اینا بوده به 4 منزل و یا به 5 منزل، اینا بیشتر از او آباد کردن. تعداد از اینا اصلا مجوز نگرفتن. تعداد از اینا در جاهای سبز متاسفانه که ساحات سبز به اساس قانون شهرواری کابل ای جایز نیست و جواز نداره و غیر قانونی است. اما بانک جهانی گفته است که امروز را متفاوت تر از پایتخت 1.5 دهه پیش دانسته و افزایش خانه های خودسر و غیر قانونی را یکی از عوامل کاهش فقر و بی‌سرپناهی در این کشور می داند. رویداد کوتاه از جهان. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به رهبران جامعه مسلمان این کشور ضرب الاجل داده است تا در مسیر مقابله با اسلامگرایی افراطی منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه را بپذیرند. آقای ماکرون به شورای مسلمانان فرانسه 15 روز فرصت داده تا منشور مورد نظر او را بپذیرند. این نهاد حاضر شده یک شورای ملی برای امامان مساجد تأسیس کند که قرار است به روحانیون مسلمان اعتبارنامه بدهد و در صورت نیاز این اعتبارنامه را باطل کند. این تحولات پس از چند حمله مرگبار روی می‌دهد که مهاجمان در آنها مظنون به اسلامگرایی افراطی بودند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که اروپا یک بار دیگر در مرکز بحران همگیری کووید 19 قرار گرفته و 6 ماه دشوار را پیش رو دارد. هانس کلوگ مدیر منطقه اروپا در سازمان بهداشت جهانی گفته است هفته گذشته 29,000 نفر در اروپا جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند و در حال حاضر در هر 17 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست می‌دهد. آقای کلوگ همچنان تاکید کرده است که با برقراری دوباره قرارات قرنطینه آمار ابتلا رو به کاهش است. یک دادگاه پاکستان حافظ محمد سعید بنیانگذار لشکر طیبه را به اتهام حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال زندان محکوم کرد. او به طرح‌ریزی حمله‌های مرگبار در شهر ممبئی هند متهم است، اما سعید دست داشتنش را در این حملات رد کرده است. در این حمله ها در سال 2008 دست کم 166 تن به شمول شهروندان آمریکا کشته شدند. یک دادگاه ضد حراس افغانی در شهر لاهور سعید را همچنان حدود $700 جریمه نقدی نیز کرده است. به این بخش هم خوش آمدید. وزارت زراعت و مالداری امسال بیش از 170 کارخانه پروسس کشمش را در کابل به بهره برداری سپرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که این کارخانه ها به ارزش 105 میلیون افغانی از بودجه این اداره ساخته شده. در همین حال شماره از باغداران میگویند که ساخته چون این کارخانه ها میتواند جلو فاسد شدن انگور را بگیرد. وزارت زراعت و مالداری در 14 ولسوالی کابل 179 کارخانه پروسس کشمش ساخته است. مسئولان در این وزارت میگویند که این کارخانه ها ظرفیت پروسس 10 تن کشمش را دارد. باغداران با استقبال از این اقدام حکومت خواهان افزایش چون این کارخانه ها هستند. این تعداد کشمش خانه کفایت نمیکنه. توقع ما ایست که شما بیشتر بسازین، به مراتب بیشتر بسازین تا ای که مردم ما از یک طرف دست به کار شوند، از یک طرف یک
پیشی برشان پیدا شود. هیچ سربند آب زراعتی ما نداریم. اگر برای ما یک سربند آب زراعتی ساخته شود، ما میتونیم که ما هم خودکفا هم خود ما باشیم، هم ولایت کابل چیز به خودکفایی برسانیم. مسئولان در وزارت زراعت و مالداری میگویند که چنین کارخانه های پروسس کشمش در تمام ولسوالی های کابل ساخته خواهد شد. به گفته مسئولان این کارخانه ها بخشی از 11,000 پروژه است که از سوی مدیریت حاصلات زراعتی وزارت زراعت تطبیق می شود. این کشمش خانه ها هر یکی از یا ظرفیت 8 تن کشمش در یک مرتبه دارند. به این معنا که اگر در ظرف 15 روز یک دفعه کشمش انگور به کشمش تبدیل شود و در یک مرتبه 8 تن و در دو مرتبه 16 تن و 100 تن انگور به کشمش تبدیل میشه. انگور یکی از محصولی است که حفظ و نگهداری از یا بسیار مشکل است. وزارت زراعت و مالداری میگوید که باغداران می توانند از این کارخانه ها تنها برای پروسس کشمش استفاده کنند. مسئولان همچنان از باغداران خواسته است تا در حفاظت این کارخانه ها توجه کند. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 90 پول. هزار تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، هزار روپی پاکستانی 483 افغانی و هزار روپی هندی 1040 افغانی. چند خبر کوتاه ورزشی. سومین دور رقابت‌های گزینشی تیم ملی اسب سواری در بخش سرعتی به میزبانی شهر کابل برگزار شد. برای این کار 24 سوارکار از 11 ولایت کشور شرکت کرده بودند. در پایان 10 چهره برتر به تیم ملی اسب سواری کشور برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی برگزیده شدند. قرار است به زودی دور دوم این رقابت‌ها اما در بخش استقامت برگزار گردد. رافائل نادال راهی دیدار نیمه نهایی رقابت‌های تنس حرفه‌ای مردان شد. مرد شماره 2 تنس جهان در رقابت‌های نهایی تنس حرفه‌ای مردان با برتری برابر استفانوس راهی نیمه نهایی شد. رقابت‌های نهایی تنس حرفه‌ای مردان از 6 روز پیش با حضور 8 تنس‌باز برتر سال 2020 در سالن اودوی شهر لندن آغاز شده است. وضعیت هوای فردا. ممنون از همراهیتان. تا درود دیگر. بدرود.